عباس عبدی میگوید بعید است حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از نامه جنتی به لاریجانی دفاع کند عباس عبدی در یادداشتی درباره نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی و پاسخ او نوشت نامه جنتی نشان داد که شورای نگهبان فاقد گردش کار قانونی و معقول و قابل دفاع برای رسیدگی به صلاحیت افراد است. منتقدین شورای نگهبان بارها و بارها بر این اشکال جدی انگوش گذاشتند ولی به علت باز نبودن فضای این شورا هیچگاه سندی که تا این اندازه روشن آن انتقادات را مستند کند در اختیار قرار نمی دادند. یک مجموعه مطالبی در نقد یا علیه افراد گفته می شود هیچ کدام از آنها با روش عادلانه و متعارف اعتبار سنجین نمی شود. فردی که علیه او این اتهامات تر شده هیچ اطلاعی از آنها ندارد و هیچ امکانی برای دفاع نیز ندارد. در نهایت هم افراد حاضر بر حسب تصورات خود از آنچه گفته شده یا حتی آنچه خودشان از فرد در ذهن دارند رأی میدهند انصافا خداوند بزرگ نیز در روز جزا اینگونه با بندگانش برخورد نمی کند که اینها با مردم چنین رفتاری دارند خداوند جوارح بشر را به شهادت میگیرد ولی در این فرایند جایی برای حضور هیچ متهمی نیست جالب است که شش نفرشان فقیه هستند و میدانیم که فقها ها برای هر بیان نظری و فتوایی اصطلاحا چقدر متلای خشخاش میگذارند تا مبادا اشتباهی صورت دهند یا حقی زائل شود ولی در اینجا به ساده ترین شکل ممکن درباره سرنوشت یک ملت تصمیم میگیرند با وجود چنین قدرتی خود را هم در وضعیت موجود حتی اندکی مسئول نمی دانند بعید میدونم که حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از استدلال های موجود در نامه دفاع کند اردوغان به تبریز پناه آورده بود محمد رضا مرندی کارشناس مسائل سیاسی میگوید در مسائل ترکیه هم پنج سال پیش شاهد بودیم جریان صهیونیستی به همراه آمریکا و سعودی یک کودتا در ترکیه به رهبری فتحالله گلن طراحی کرده بودند که وی از نیروهای جریان تکفیری و به شدت مخالف شیعی بود از قبل ایران به اردوغان اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در جریان است. ابتدا ترکان را جدی نگرفتند. بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند، باز ایران بود که به اردوغان که وی هم چمدانهایش را برای ترک استانبول بسته بود، پیشنهاد کرد کشور را ترک نکند و پیامی به مردمش بدهد که مردم به خیابان بریزند و کودتا را خونسا کنند و این پیام را اردوغان در فرودگاه تبریز برای مردم خود صادر کرد اردوغان را به تبریز انتقال دادند زیرا در استانبول و آنکارا دیگر احساس امنیت نمی کرد و در فرودگاه تبریز کنار هواپیمای ترک پیامی را به مردم خود صادر کرد و ورق کودتا در ترکیه برگشت وقتی سفارت آماده یه کریسمس میشه همکارانمان من فال گرفتن برای شب یلدا نتیجه این بود ساقی به نور باده برف روز جام ما مطر بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر زلیزت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم قوام ما شبیل دو خوش ترک خانه توسط مردان متعهل به دلیل مشکلات اقتصادی در کنار بی سرپناه شدن خانواده ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی یکی دیگر از آسیب های احتمالی چنین شرایطی ترک خانواده توسط مردان است مدت قبل فاطمه دانشور مدیر مسئول خیریه مهرافرین در صفحه اینستاگرام خود نوشت که مراجعه زنان با فرزندانشان به این مؤسسه به دلیل ترک همسران آنها در ماهای اخیر بیشتر شده است چرا که همسران آنها به دلیل فقر و بیکاری نمیتوانستند توانستند هزینه های خانواده خود را تأمین کنند به همین دلیل آنها را ترک کردند در همین باره حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران میگوید وقتی حال اقتصاد خوب نباشد حال بقیه بخشها هم خوب نخواهد بود وقتی بحران تشدید می شود برای همه چیز از جمله بر روی روابط اعضای خانواده تاثیر منفی دارد که یکی از آنها همین مسئله ترک خانه توسط مردان متعهل است فاطمه ملکی 50400 هزار به نام خدای آزادی امان از دل مادران دادخواه یک شنبه به دادسرای اوین رفتیم تا ببینیم کار آزادی مشروط پسرم علی به کجا رسیده بیش از دو ماه از زمزمه آزادی علی میگذرد و نزدیک دو سال است که بهترین لحظات عمرش پاسوز یک قضاوت ناعادلانه شده آن هم صرفاً به خاطر یک حرکت نودوستانه گرچه این تنها علی نیست که چنین سرنوشتی برایش رقم خورده بلکه شوربختانه جوانی و زندگی بسیاری از مردان و زنان و جوانان این مرز و بوم چه با تقدیم جان و چه در زندانها به تاراج رفته و میرود گفتیم اگر قرار است از علی آزاد نشود خبرمان کنید گفتند هرچی را که به ما و مسئولین زندان مربوط بوده انجام دادیم همین روزها پرونده را برای دادستان میفرستیم ایشان که موافقت کردند پرونده میرود به دادگاه و در آنجا قاضی رأی مثبت را که داد علی آزاد می شود. پرسیدم چقدر زمان می برد؟ گفتند یک ماه. شکیف زده گفتم یک ماه؟ شما برای یک روز حتی یک ساعتش هم باید پاسخگو باشید. چه برسد به اینکه یک ماه بیگناهی را در بند نگه دارید؟ گفتند ما تلاش خود را کرده ایم و می کنیم. در پایان گفتگو پرسیدم پس علی یک ماه دیگر آزاد است؟ پاسخ دادند که ما چنین نگفتیم بلکه گفتیم یک ماه دیگر نهایتا دادگاه رأی خود را صادر می کند. گفتم اگر رأی منفی بود چه؟ گفتند دوباره خود علی درخواست می دهد و در یک پروسه سه ماهه باز پرونده آزادی مشروطش به جریان می افتد. به همین سادگی سه ماه ناقابل دیگر چه حالی شدم سر و پا عصبیت یعنی باید سه ماه دیگر صبر کنیم برای چه گفتم من یک مادرم نزدیک به دو سال است که چشم به راه آزادی علی هستم خود علی هم همینطور به مثبت نگری دعوت شدم ناگزیر خود را مجاب کردم ذهنم درگیر پرسش های بی پاسخ بود در این مدت چه در صحبت هایی که با وکیل شده بود و چه با من و علی همه را با هم در تناقض میدیدم یاد گذشته هم گویای این امر است کاش اینان از دل مادران خبر داشتند کاش کاش خدا به داد دل داغدار مادران دادخواه برسد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار